سنیهای های تندرو اتوبوس های منتقل کننده مجروحان فوه و کفریا را آتش زدند بنابر گزارش های رسیده پنج اتوبوس از 51 اتوبوس هلال احمر سوریه وارد شهرک های شنشن فوه و کفریا در ادلب سوریه شدند منابع سوری خبر دادند که عناصر مسلح سه اتوبوس از این پنج اتوبوس را آتش زدند مجروحان و بیماران در فوه و کفریا در انتظار خروج از این دو شهر تحت محاصره هستند. تلویزیون سوریه گزارش داد که عناصر تروریستی تنها در صورتی باید شرق حلب را ترک کنند که اهالی و زخمی های فوه و کفریا این دو شهرک را ترک کرده باشند. به گزارش تلویزیون سوریه، 1200 نفر از اهالی فوه و کفریا در ریف ادلب در مقابل خروج 1200 عنصر مسلح از شرق حلب خارج می شوند. این دو شهرک شینشین نزدیک به دو سال است که در محاصره سنی های تندرو قرار دارند و روزانه هدف حملات خمپارهی و موشکی آنها واقع می شوند. گفتنیز شیعان این دو شهر از کمبود آب، مواد غذایی، سوخت، دارو و خدمات پزشکی رنج میبرند.